مسئولان محلی در ولایت بادغیس میگویند که طالبان مسلح یک مرکز ثبت نام رای دهندگان در شهر قلعه‌نو مرکز این ولایت را با شلیک راکت هدف قرار دادند. فیض محمد میرزازاده سرپرست ولایت بادغیس میگوید که در نتیجه اصابت 5 گلوله راکت یک سرباز امنیتی کشته شده است. سرپرست ولایت بادغیس افسود که افراد گروه طالبان پس از این حمله متواری شدند. حادثه در منطقه باغبانا، اونجا یک مرکز ثبت نام داریم، تمام مردم اونجا بیان رای به کارت رایدهی رخص بکنن. متاسفانه امروز صبح طالبا با استفاده از فرصت در هنگام صبح تقریبا 5 راکت در بالای پست امنیتی زدن، در بالای مرکز ثبت نام زدن. بساس یزو یک راکت اصابت میکند، بعد رفتی مکتب که در هنگام بیرون شدن یکی از سربازای ما با اونجا شهید میشه متاسفانه. با این حال مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات در بادغیس میگویند که این حمله راکتی نتوانسته باعث مختل شدن کار این مرکز ثبت نام رای دهندگان در قلعه‌نو شود و همچنان به کارمندان این مرکز هیچ آسیبی نرسیده است. مصطفی مصدق میگوید که با هماهنگی نیروهای امنیتی در تلاش بهتر ساختن تامین امنیت مراکز ثبت نام رای دهندگان هستند. مشکلات به وجود میاد از ناحیه فضای کاری برای کارمندان ثبت نام، مخصوص برای قشر اوناست که ما متاثر بشیم، ولی کوشش ما ایست که با مقامات محلی بیشتر سعی و کوشش را بحال بدن که بتوان تدابیر شدید بگیرن. بادغیس در زون غرب کشور از جمله ولایت‌های ناامن است که طالبان مسلح در آن حضور فعال دارند. این در حالی است که پیشتر طالبان در ولایت غور نیز بر یک مرکز ثبت نام رای دهندگان هجوم آورده بودند و 3 کارمند این مرکز را ربودند، اما این افراد با پادرمیانی بزرگان قومی از بند طالبان رها شدند.